برنده شدن تا به حال انقدر سخت نبوده. چرا؟ چون داری ذهن تو، مغز تو، روح و روان تو همه رو میسوزونی و نابود میکنی. داری دامنه توجهت و تمرکزت رو از دست میدی. داری تستوسترونت رو نابود میکنی و به خاطر همه اینها به موفقیت نخواهی رسید. اگر دیسیپلین نداشته باشی، اگر روی کنترل احساساتت استاد نشی، همش در حال باخته. اکثر ما ها ذهنمون سکشوالیزه شده است و به همه چیز نگاه جنسی داریم. فرق نمیکنه شی باشه، آدمیزاد باشه، انسان باشه، مجسمه باشه، هر چیزی که میخواد باشه. و اگر یادتون باشه تو همین ویدیو لینکش هم میذارن دوباره برید ببینید، درباره تمرکز صحبت کردیم که تمرکز چقدر تو موفق شدن ما تأثیر داره. زمانی که شما ذهنتون جنسیه و مغزتون دیدگاه جنسی به همه چی داره، باز هم داریم یکی از فاکتورهای تمرکز رو از دست میدیم. تو این ویدیو میخوام چند تا نکته بگم که دوباره کنترل ذهنتو به دست بگیری و کاری کنی مغزت به چیزی نگاه جنسی نداشته باشه. مورد اول، پر نبین. شاید خیلی اینو شنیده باشید. این یه چیز واضحه که 99% مردم نمیتونن پر نوزارن کنن و دائما دارن ادامه میدن. هممون میدونیم پر ضرر داره، ولی خیلی حرف منو باور نمیکنن. باور نمیکنن. مشکلی نیست. بریم سراغ علم. مطالعات میگه که پرن باعث میشه قشر جلویی مغز شما نابود بشه و از بین بره. اون قسمت از مغزت احساسات، عملت و انگیزت رو در دست داره. و اگر بخوایم درباره پرن و ضررهاش بگیم، کلی لیست بلند داریم که تا صبح هم درباره صحبت کنیم تمام نمیشه. ما قبلا درباره این داستان تو کانال صحبت کردیم، ارجاعتون میدم به ویدیوهای قبلی. ما میدونیم که پرن اعتیاد آوره و هر موقعی که این کار رو انجام میدیم دوپامینمون میزنه بالا و فکر میکنیم خیلی کار خفنی انجام میدیم، ولی ما میدونیم که اون دوپامین واقعی نیست. دوپامین چیپه، دوپامین فیکه و اون دستاورد واقعی نیست و دستاورد شما فیک بوده. من و شما میدونیم که این دستاورد واقعی نبوده، اما نورون‌ها اینو نمیدونن و اینطوری میشه که تمرکزت تو زندگی از دست میدی و و خود ارضایی کردن دستاورد فیک به دست میاری، در حالی که تو زندگی هیچ کاری نکرد. مورد مهم بعدی، تو زندگیت هدف داشته باش. یعنی چی هدف داشته باش؟ علت این همه بدبختی و اعتیاد چیه؟ علت این همه حواس پرتی و سکشوالیزه شدن مغز چیه؟ به خاطر پوچیه. کسی که تو زندگیش هدف نداره میل به غریزه هاش میبره. یکی از اون غریزه ها غریزه جنسی که خیلی غریزه قوی هم هست و هر کسی باید چیزی تو زندگیش داشته باشه، هر کسی باید هدفی تو زندگیش داشته باشه که اونو بر امیال غریزهش ترجیح بده. حالا اون هدف چی میتونه باشه؟ اونش دیگه به خود شما بستگی داره. مورد اول گفتیم پرن نبینیم، اما سافت پرن هم نباید ببینیم. فرق پرن با سافت پرن چیه؟ بچه پرن یک درجه آخر از پرنه، ولی سافت پرن یک حالت نیمه برهنه است. یعنی شما، یک مثال تو دنیا واقعی براتون میزنم، اکسپلور این استای تیک تاک رو باز میکنی، کلی دختر اونجا وجود داره که دارن برای شما میرقصن، شیک میزنن، دنس میرن و به این میگن سافت پرن. یا مثلا یک خانومی به یک حالت خاصی مثلا اون اندام‌های جنسیش رو به نمایش گذاشته، در حالی که اگر به اون عکس نگاه کنیم پرن حساب نمیشه، ولی بهش میتونیم بگیم سافت پرن. سافت پرن ها همه جا هستن بچه‌ها. دنیای واقعی ها نمیشه کاریش کرد، اما توی اکسپلور اینستاتو خیلی راحت میتونی محدود کنی و هوش مصنوعی اکسپلور تو طوری تربیت بکنی که این محتوا رو برات نره. ازت میخوام که مدل‌های اینستاگرامی رو آنفالو کنی. ازت میخوام که دخترهایی که باعث میشه اون دکمه تحریک تو زده بشه رو آنفالو کنی و از خودشون محتوای سافت پرن میذارن. همه اینا رو میخوام ازت آنفالو بکنی. و اگر دفعه بعدی دختری، عکسی، فیلمی، چیزی دیدی که حالت سافت پرن داشت تو اکسپلور اینستا، فقط کافیه چیکار بکنی؟ دکمه نات اینترستد رو میزنی و دیگه از اون محتواها بهت نشون داده نخواهد شد. بچه ها،
سکشوالیزه شدن مغز و جنسی شدن مغز یکی از بدترین چیزهایی که میتونه سر یک مرد بیاد. و ما مفصلا داخل دوره نجات درباره این مسئله صحبت کردیم که چطور ذهن خودتون رو از حالت سکشوالیزه و اینکه شما نگاه جنسی داری به همه چیز خارج بکنید. خیلی موردهای کلی رو اینجا به شما گفتم و شما میتونید با رعایت همین موارد تا حد خیلی زیادی از زدن دکمه تحریک شدن جلوگیری بکنید. و اما اگه میخوای کاملا این داستان رو کنار بذاری، من ارجاعت میدم به خانواده نجاتمون که میتونید داخل همین آیدی تلگرام تلنگور اندرلاین پی وی یا پیجمون تلنگور دات میدیا بری و پیام بدی و بهت بگیم که چیکار بکنی. ممنونم که تا آخرین ویدیو همراه من بودی. قوی بمونید.